بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک، و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما علاقمندان و خوبان که بیننده برنامه آین زندگی هستید. انشاءالله هر کجا که هستید لباس عافیت در تن داشته باشین و در کانون گرم خانوادهتان لحظات الان را سپری نمایید. دوستان عزیزان، خدا را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق برین داد که از طریق برنامه آین زندگی مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. با جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی و در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم در برنامه امشبمان. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. هم سلام و ادب خدمت بینندگان محترم و عزیز تلویزیون اصلاح، و جا داره که شام بخیر بگم خدمتشان و این روز سرد زمستانی ان شاء الله که در آغوش خانواده هایشان گرم و آرام باشند. تشکر جناب استاد. عزیزان بیننده، امشب موضوعی که انتخاب کردیم یک موضوع خیلی خیلی حساسی هست، موضوعی که میتونه که خیلی از عادات اجتماعی و خیلی از باورهایی که ما با آنها اعتقاد داریم در زندگی ما اونها را ساده بسازه و بتونیم اونها را به راحتی انجام بدیم، و اگر در نبود از این باشه میتونه که یک عاملی باشه برای فروپاشی او باورهای اساسی که ما داریم و در قسمت از اونها ما را سست و سست‌عنصر بکنه. امشب موضوع برنامه ما امانت و امانتداری هست. ببینیم که در قسمت نعمات که خداوند برای ما داده چی مسئولیت داریم و این امانات چگونه باید استفاده ما نماییم، و همچنان مصداق امانت چیست، و در این برنامه تعریفی از امانت هم خواهیم داشت که با جناب استاد انشاءالله دنبال میکنیم. از یاد نبریم که شما عزیزان هم میتونیم تماس بگیریم و در این برنامه اشتراک نماییم و موضوعات و سوالاتی که در ذهن شما خطور کرده با ما شریک بسازید و از جناب استاد پاسخ دریافت نمایید. حالا موضوع یا سوال شما راجع به خود موضوع برنامه باشه و یا هم بیرون از موضوع برنامه باشه اشکالی نداره، شما عزیزان میتونیم که تماس بگیریم. شماره تماس برنامه هم هست 0729-1568، در خدمت شما عزیزان هست و میتونیم که تماس داشته باشیم. جناب استاد، در آغاز برنامه میشه که راجع به چیستی امانت و امانتداری صحبت کوتاهی داشته باشیم، بعد میریم سراغ موضوعات دیگری که انشاءالله با شما بحث خواهیم نمود. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امانت و امانت داری یکی از مسائل مهم و اساسیه که ما انسان‌ها در زندگی به او نیاز داریم، که باید امین همدیگر باشیم و نسبت به همدیگر امانت دار باشیم. چرا؟ چون به خاطر از اینکه بخواهیم نخواهیم هر انسان در زندگی خود اسرار داره، در زندگی خود ارزش‌هایی داره که طبعا این ارزش‌ها گاهی به دیگران سپرده میشه، و این جایی که ما مسئول قرار میگیریم تا در مقابل ارزش‌های دیگر را، در مقابل آبروی دیگر را، در مقابل داشته‌های دیگر را، در مقابل اسرار دیگر را، همو بحث امانت را ما رعایت بکنیم. خود کلمه امانت یا امین یا در حقیقت امن از میشه بگیم که از واژه امن گرفته شده، از واژه امنیت گرفته شده. به این معنا که وقتی می یک سخن برای شما میزنم که پیش ما سره و پیش ما برای ما بسیار مهمه، بسیار ارزش داره و نمیخوام کسی دیگر آگاه بشه، بنابراین ما چون شما را امین دانستم نسبت به این کلام خود خوب و نمیخوام که کلامم جای دیگه پخش بشه، و به همین ترتیب وقتی یک شیء با ارزش من در زندگی خود دارم و من نمیتونم بنابر هر دلیلی که هست پیش خود نگه بدارم، اور میسپرم برای شما. چرا؟ چون احساس امنیت میکنم که در نزد شما یک امنیت موجود هست و من خاطر جمعم از این شیء که برای شما سپردم که این ضایع نمیشه. پس بنابر این میشه بگیم که امانت به این معنا که ما همو داشته‌ها و ارزش‌های خود را به دست دیگران میسپاریم. به خاطر چی؟ به خاطر نگهداشت از اونها و به خاطر ضایع نشدن از اونها. پس بنابر این جایه که ما این پی میبریم به اهمیت از در زندگی انسان، یعنی در مجموع انسان‌ها نیازمند از این هستند که به همدیگر چیزی بسپارن و نیازمند از این هستند که چیزی که سپرده شده برای از اینا با کمال امانتداری و امنیت اور نگه بدارن تا ضایع نشه. بله، تشکر جناب استاد. چنانچه شما هم گفتیم یک نیازی هست برای انسان ها تا اینکه در زندگی خود داشته باشن، و در مقدمه من هم گفتم میتونه برای یک سرچشمی باشه برای عادات و بالاخره برنامه های دینی که ما در آینده داریم و باید اونا رو انجام بدیم. مثلا یک شخص اگر امانت دار باشه، اعتماد در
برای از اون شخص خیلی زیاد میشه. و از صفات دیگر که بد هستم همچون سخنچینی و نمامی و همچون موضوعات دیگر میتونیم یک شخص همین بری بشماریم و بگیم که نه دقیقا این صفات بد نداره در وجود خود و نیسته. خب جناب استاد، وقتی میگیم یک اصلی هست که باید در زندگی انسان ها باشه، رعایت بشه و نهایتا ما همیشه این نکته داشتیم که قرآن کتاب زندگی است، قرآن قانون زندگی است و باید که زندگی سالم از قرآن سرچشمه بگیره و مبتنی بر آیات قرآنی باشه. حالا این قرآن عظیم الشان در قسمت امانت داری چقدر توجه کرده و توجه قرآن نسبت به امانت داری چقدر هسته؟ میخوام از شما بشنوم که اصل امانت داری و خود امانت در نصوص قرآنی چگونه است. اگر بخوایم به قرآن کریم مراجعه بکنیم، همین آیه برای ما کافی است. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین. امانت چیست؟ خود قرآن امانت. بنابراین دین اسلام بر شخص امینی بر انسان ها و بر بشریت عرضه کرده، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. قرآن از جانب خدا توسط ملکی به نام روح الامین بر پیامبر علیه السلام نازل شده. در سوره مبارکه شعرا داریم نزل به الروح الامین على قلبك، ما قرآن به وسیله ملکی به نام روح الامین که روح الامین لقب سیدنا حضرت جبرئیل علیه السلام است، این بر کی نازل کردیم؟ بر پیامبر امین. درست قرآن امانت، ملائکه که از جانب خداوند این پیام را میاره امین بر فرد امین. شما بیایم حالا دیگه از اینجا خود شما تفسیر بکنیم موضوع، خود شما قضاوت بکنیم و خود ما و شما ببینیم که چقدر بحث امانت و امانت داری از دیدگاه قرآن کریم مهم است. چرا؟ چون قرآن کتاب امانت الهیه توسط ملک امین بر محمد امین و بر امین ترین انسان روی زمین نازل میشه و این امی پیام رو میرسونه که امت اسلامی باید امتی باشن که در امانت و امانت نگهداری اسوه و الگو و نمونه دیگران باشن. به می ترتیب در قرآن کریم ما در از زمان انبیاء علیه مصلات و سلام در هر انبیاء، هر پیامبری، هر نبیی که از جانب خدای تبارک و تعالی مبعوث می شده به سوی قوم خود، یکی از شعارهایش همی بودن. در رابطه به سیدنا حضرت موسی علیه السلام گفته شده اون دخترها که وقتی پیش پدر خود حضرت شعیب میرن و حضرت موسی رو توصیف میکنن، چی میگن؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ای پدر ایر به عنوان خادم و به عنوان مستخدم خود انتخاب کن. چرا؟ چون یک آدم قوی است و یک آدم امین است، در کنار از اینکه قوت داره امانت دارم هسته. یعنی اگر این در زندگی ما بیایه انشاءالله کدام خیانتی از جانب از آدم صورت نخواهد گرفت. در رابطه به سیدنا حضرت یوسف علیه السلام گفته شده، چون توصیف شده به چی؟ در قرآن کریم سیدنا حضرت یوسف به امین. وقتی که مواصفات سیدنا حضرت یوسف علیه السلام پیش پادشاه گفته میشه و پادشاه وقتی حضرت یوسف علیه السلام مورد امتحان قرار میده و او خواب پادشاه به شکل درست و صحیح از او تعبیر میکنه و تعبیر خوابهای حضرت یوسف علیه السلام هم که از پادشاه میکنه درست در میایه، این جایی که پادشاه حضرت یوسف رو به عنوان خزانه دار خود انتخاب میکنه. چی میگه؟ قال انك اليوم لدينا مكين امين، امروز تو در نزد ما یک مکانت داری، تو یک جایگاه داری، درست تو به دربار ما را داری و تو باید در کابینه ما باشی. چرا؟ چون تو یک فرد متخصص و در کنار از او یک فرد متعهد و امین میباشی. به این ترتیب گفتیم که امانت شعار همه انبیا بوده، هر پیامبری که از جانب خدای تبارک و تعالی میامده همین اطمینان را برای قوم خود میداده. این اطمینان را میداده که چی میگفتم؟ اینی لکم رسول امین، ما فرستاده امین خدا هستم و در ابلاغ وحی و در رساندن پیام خدا کوچکترین کوتاهی رو نمیکنم و هیچ گونه خیانت در کارم نیست. یعنی این شعار همه انبیا علیه السلام بوده و جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم نیز در حقیقت با همین شعار وارد میدان شده. تشکر جناب استاد، تماس داریم. بیننده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله، ممنون از شما. برادر گرامی معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم و سوال شما چیست؟ ممنون از شما، بفرمایید سوال داریم میشنویم از شما. قربان
ماشاءالله، ممنون از شما، تشکر. تشکر. سوال اگر داشته باشیم میشنویم و جناب استاد در خدمت هستن. بله. و تغییر در پول میاره دقیقاً، درسته؟ بله بله درسته. سوال شما گرفته شد. ممنون از شما برادر گرامی، تشکر از اینکه تماس گرفته. ممنون از شما، شب شما بخیر. جناب استاد، در آیات قرآن شما ذکر کردیم که برای ما کافی است تنها این آیه که ما امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، ان اردنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقنا منها واشفقنا منها وحملها الانسان. جناب استاد، ترجمه میشه که ما عرضه کردیم ولی آسمان و زمین نپذیرفتند، ابا ورزیدند و گفتن که ما نمیکنیم، هم لذی امانت را نداریم. بر ما سخت. انسان چی ویژگیش که در همچون عرصه آمد و گفت که بله می امانت را میپذیرم و این مسئولیت بزرگ که همان رساندن قرآن هست و همان یک مسئولیت است خیلی عظیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از مشقت از این مسئولیت خود نات آثار از بدن از اون دیده میشد. چرا انسان چی ویژگی داشت که از آسمان از زمین بزرگتر بود، از آسمان و زمین بالاخره قلب بزرگتر داشت که این مسئولیت پذیرفت و یا کدام مسئله دیگر است؟ اینکه انسان ایر پذیرفته او به این شکل نبوده که انسان به زبان قال خود به حساب گفته باشه، گفته باشه که این امانت بدیم بریم. به هر حال چون طبیعت انسان همین رقم است، خداوند متعال در آخر انسان رو توصیف میکنه انه کان ظلوما جهولا، همانا انسان همین رقم موجودیه، متاسفانه بر خود ظلم میکنه و متاسفانه با جهل در حقیقت رفتار پیش میره و رفتارهای خود در عیار میکنه. بنابراین ای خب یک چیز به حساب چی رقم بگم فطریست که خدای تبارک و تعالی این در فطرت انسان ها نهاده که انسان عجوله، درست؟ یعنی نتایج کار خود فکر نمیکنه، عاقبت کار خود فکر نمیکنه. خیلی کم هستن انسان هایی که وقت و زمان یک کار شروع میکنن عاقبت و نتیجه همو کار رو چیکار بکنن؟ درک بکنن. و گپ دیگه اینه که اراده الله متعالی رفته بوده که باید انسان در روز زمین حامل ای امانت و ای بار بزرگ الهی باشه و خلافت الهی در روز زمین بپیش بینده. گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی خیلی خوش آمدیم به برنامه، معرفی کنیم و سوال خود مطرح سازیم. تشکر از شما. سوال شما؟ درسته، انشاءالله سوال شما رو میگرفت و ممنون از شما. خلوت با خانم ها و عدم جوابدهی خانم ها، درسته؟ بله، وقت خانم دردی هم دیگه که من نم کنم، درسته؟ زن رو نم کنم باید دیگه شدیم که شد نداره که باید شدیم دوها من نمیرشه، درسته؟ ممنون از شما، تشکر از شما، تشکر از اینکه تماس گرفتیم. شب شما بخیر، خدا نگهدارتان. بله جناب استاد، شما گفتین که یک نکته که اینه که فطرت انسان همچون صفت داره و یک نکته همی هست که خود تقدیر الهی بر این رفته بوده که باید انسان حامل همچون امانت باشه. به نظر شما جناب استاد، آیا قوه عقلانیت نبود که انسان رو به همچون مسئله کشان تا این که امانت که همانا خود پیام الهی باشه به دوش بگیره و بیای این پیام رو به خود بپذیره؟ طبعا ببینیم شما، قوه عقلانی انسان خب خدای تبارک و تعالی از اونجایی که انسان رو در روی زمین آفریده برای پیشبرد زندگی از او یک سری وسایل و امکانات در اختیار انسان قرار داده که مهمترین و بزرگترین وسیله ای که انسان بتونه با توسط از او زندگی خود رو عیار بکنه، زندگی خود رو به پیش ببره و فرق بین خوب و بد بکنه، مسئله عقل که الله متعال برای انسان داده. اما این شما در نظر بگیریم که عقل تنها به ذات خود خوب و به تنهایی خود رهگشای مشکلات زندگی انسان نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه عقل انسان محدوده، عقل انسان آسیب پذیره، گاهی از اوقات عقل انسان آسیب میپذیره، گاهی عوارض به حساب بر عقل انسان در حقیقت میبینیم پیدا میشه.
اینجیه که وقتی این محدودیت ها و این موانع سر راه عقل هست و موجود می باشم و گفتم گاهی از اوقات دچار آسیب میشم، اینجیه که خداوند متعال در کنار عقل مسئله وحی را مطرح میکنه. بله، که انسان هدایت یعنی بکنه. بله، یعنی اگر ما در نظر بگیریم یک تشبیه بکنیم، میتونیم بگیم که عقل مانند همه گروپی یک در یک صحرای به حساب خیلی گسترده و وسیع و تاریک. در این صحرای گسترده و وسیع با یک گروپ نمیتونیم که ما سر کل سر را روشن بکنیم، بلکه نیازی به یک آفتاب است تا ای که وسیله از این آفتاب ما بتونیم کل ای امو محدوده ای صحرا را چگار بکنیم، روشن بکنیم. پس بنابراین اینجا که خداوند متعال در کنار عقل انسان باز میبینیم که وحی را الله متعال نازل میکنه، انبیاء علیهم السلام را به عنوان معلمین و وحی بر اونها نازل میکنه تا اینکه به وسیله چراغ وحی انسان ها بتونن زندگی خود را عیار بکنن و به همو شهرهای سعادت حساب دست پیدا بکنن. تشکر جناب استاد. بینندگان عزیز، شماره تماس برنامه در زیر تلویزیون شما در هست، شما از اون میتونید تماس بگیریم. از آن هم که تماس میگیرم کوشش کنم یک موقعیت نیکتر انتخاب کنم. ما در اینجا قسمت از تماس ها داشتیم، متاسفانه خودشان تا میخواستیم وصل کنیم قطع میکردن. خوبه که یک موقعیت نیکتر داشته باشیم و تماس بگیریم، و اگر نمیتونیم تماس بگیریم بگذاریم تا برنامه دیگر شما تماس بگیرم و سوالی که دارم مطرح سازم و از برنامه استفاده نمایم. جناب استاد، در قسمت امانتداری همیشه وقتی حرف از امانتداری گفته میشه، ذهن همگی برمیگرده بر اینکه تنها موضوع امانت در مال هسته، تنها موضوع امانت در اشیای هست که حس میشه و دیده میشه. حالا از شما من میخوام این سوال داشته باشم که مصداق های امانتداری چیست؟ در چه عرصه‌ای میشه که امانتداری وجود داشته باشه و در او باید که امانتداری رعایت بکنیم ما؟ تشکر. ما هم با این نظر قبل از جناب استاد تماس بیننده خود وصل میکنیم، متاسفانه که قطع نمودن. عزیزان یک موقعیت نیکتر انتخاب کنیم. ما بسیاری از تماس ها وصل کرده نمیتونیم، اینکه موقعیت نیکر نداریم. شما به محض از اینکه وصل میشه خودشان قطع میکنن و یا هم موقعیت نیکر دارن مشکل داره و وصل به برنامه نمیشه. کوشش کنیم یک موقعیت نیکتری داشته باشیم. بله جناب استاد، در رابطه به این تعریفی که از مفهوم امانت در جامعه ما هست، میتونم بگم که یک مفهوم ناقصی است، یک تعریف ناقصی از این مفهوم امانت دارن. میخوام این رقم بگم که یک تعریف ناقص و غیر کامل از واژه امانت و امانتداری دارن. برداشتن وقتی که ما اسم امانت میگیم، فکر میکنن امانت یعنی شیئی که کسی میای اور به نزد ما میگذاره، بعد ما مکلفم که از اون محافظت بکنم. اشیای مادی گذاشتم برام عرضه میکنن که این مال اشیای مادی به عنوان مثال فکر میکنن که تنها همین اشیای مادی انمی خودش امانت میباشه و بس تمام. حالا که اگر ما بیاییم مصداق های امانت از دیدگاه قرآن کریم و احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، میبینیم که امانت و امانتداری یک واژه بسیار گسترده و کلان میباشه که تنها به این تعریف مختصر و منحصر منحصر نمیشه که ما بیاییم فقط امانت و امانت داری به یک کسی که یک شیء رو دست ما میده و برای ما میسپره ما تنها با ما اکتفا بکنیم، بلکه از جمله مصداق های امانت و امانت داری مسئله افز اسرار بین زن و شوهره. افز اسرار بین زن و شوهره، در حدیث داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که از جمله بزرگترین امانتی که برای انسان ها سپرده شده همانا همو امانتی که بین زن و شوهره، درست شد؟ اموری که در بین از اونها جریان داره و ارتباطی که بین از اونها هست، اینا حق ندارن که و هر دو بیان از او رازهای خود با خبر هستن. اینا حق ندارن که بیان اعمالی که در خلوت انجام میدن باز بیان به بیرون او رو حکایت بکنن و او رو به بیرون بروز بدن. چری؟ حتی در حدیث دیگه هم پیامبر علیه الصلاه و السلام این از جمله بدترین گناه ها میشماره و محسوب میکنه. و به همین ترتیب عدالت و حکام با رعیت، یعنی یکی دیگه از مصداقهای امانت و امانتداری همینه که حکام با رعیت خود به شیوه درست و به شیوه صحیح به پیش برن و بر اونها حاکمیت حساب داشته باشن. مردم محضر پیامبر علیه الصلاه و السلام میه و از پیامبر خدا سوال میکنه که قیامت کی میایه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که هرگاه امانت ضایع بشه. این نفر گفت که ای رسول خدا کی امانت زایی میشه؟
پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن که اذا وصل الامر الى غير اهله، هرگاه که امر، هرگاه که امور به غیر اهلش سپرده بشه. سپرده بشه. جناب استاد تماسی داریم، بیننده گرامی سلام بر شما. بله سلام علیکم. متاسفانه که قطع شد تماس بیننده ما و میپردازیم به کیس. هرگاه که امور به غیر اهلش سپرده بشه شما منتظر قیامت باشید. وقتی امور که میگیم، امور جمع کارها، جمع امرها، جمع که جمع تمام آنچه که ما به او آشنا هستیم، از معلمی گرفته، از انجینری گرفته، از دکتری گرفته، از امامت گرفته، از همه اموری که ما و شما به او سر و کار داریم و آشنا هستیم، میتونه امر باشه. بله. تماس وصل میکنیم. بنده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله، ممنون از شما، تشکر. معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم؟ متاسفانه که این بیننده ما چند بار هم تماس گرفتم، گفتم موقعیت نیکتر داشته باشیم عزیزان، چون بینندگان زیاد پشت خط هستن و میخوان تماس بگیرم، ولی وقت شما موقعیت نیکتر انتخاب نمی کنیم، وقت ما هم نیز ضایع خواهد شد. کوشش کنیم یک موقعیت نیکتر داشته باشیم. جناب استاد میپردازیم به ادامه برنامه. بنابراین وقتی که شما کار به غیر اهل از او سپرده میشه، در حقیقت یک نوع خیانته. چرا؟ چون امور اگر به غیر اهل سپرده بشه، واضحه که مشکلات و تبعات و آثار بسیار ناگوار از خود بر جای میگذاره. سلام بر شما. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی کنیم. تشکر، زنده باشیم، سلامت باشیم، ممنون از تماس شما. برادر گرامی سوالی داریم مطرح سازیم، میشنویم از شما. سوال شما رو میشنویم، سوال اگر داشته باشیم میشنویم. بفرمایید، میشنویم، بفرمایید. بفرمایید، سوال داریم جناب استاد، میشنویم و سوال که داریم مطرح سازیم. بفرمایید، میشنویم استاد، میشنویم، بفرمایید شما. موضوع برنامه ما در رابطه به امانت و امانتداری هسته، و شما هم اگر سوال راجع به موضوع برنامه داشته باشیم و یا هم بیرون از موضوع برنامه، ما از شما میشنویم. بیننده گرامی سوال شما اگر سوالی داره مطرح سازید، میشنویم از شما. موضوع برنامه ما در رابطه به امانت و امانتداری هسته. خواهش میکنم. خب می صدا شما داریم. خانه رو به امانت داده بودیم. ان شاء الله جناب استاد پاسخ میدن در این عرصه که چی برخورد شما با او خواهیم داشت. بخیر. ممنون از شما، شب شما بخیر. بله جناب استاد بیننده ما بودن و سوال هم راجع به امانت داری و امانت گذاشتن و خیانت در امانت داشتن. خب جناب استاد، مساق هایی که شما گفتیم خیلی خوب بود. من میخوام در قسمت مساق ها یک سوال دیگری هم داشته باشم. اینکه همیشه گفتیم مال امانت نیست، همیشه آبرو امانت نیست و راز هم جزئی از امانت از امانت میباشه اینا. یک موضوع دیگر که خیلی قابل بحث هسته، موضوع امین شماردن یک شخص هسته، که وقتی یک شخص وارد یک کار کردن، وارد یک موضوع کردن و او دقیقاً در اوجا در اون موقعیت کاری جای دادن، در قسمت کار خود و بالاخره اجرای بهتر و اجرای خوب کار و عمل کاری خوب را انجام دادن، آیا این هم امانت گفته میشه؟ میگن که نیای وقت خورده در سر کار ضایع نکنه، نیای در وقت که کار هسته کار شخصی خود را انجام بده، وقتی که او از او وقت دقیقاً معاش میگیره و از او وقت دقیقاً یک پول دریافت میکنه، بیای او کار صرف کار شخصی خود بکنه و یا هم عدم مسئولیت. طبعا مسئول شما گرفتم، تشکر، مسئول شما گرفتم.
بله، یکی اینه که فرد لیاقت همو کار داره، درست شد سوال شما شده میرقم؟ بله، لیاقت همو کار داره، متخصص همو امر هم هست، اما وقتی که در داخل کار میایه متاسفانه کوتاهی میکنه، متاسفانه قفلت میکنه، متاسفانه دیر میایه و زود میره، کار درست انجام نمیده. بله طبعا اینم در حقیقت یک نوع خیانت در کار محسوب میشه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخت هشدار میدن. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از مصداقهای خیانت در امانت انمی میباشه که وقتی کار برای ما سپرده میشه او کار به شکل صحیح و به شکل درست از او انجام نمیدیم. کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی ما پیامبر علیه السلام هر یک از ما به عنوان مسئول معرفی میکنه. مسئول یعنی چی؟ مسئول یعنی امین، یعنی امانت دار. بنابراین وقتی یک کار برای انسان سپرده میشه، ولی که ما لیاقت هم کار رم داریم، متخصص هم کارم هستیم، ولی وقتی کار رو به شکل صحیح و درست از انجام نمیدیم، کوتاهی میکنیم، قفلت میکنیم، طبعا یک نوع خیانت در امانت محسوب میشه. میتونه باشه. تشکر جناب استاد. خب حالا امانت دار و یا هم امین همه اشخاص دوست دارن و در قسمت از او ما کدام حرفی نداریم، چون یک کار نیکی انجام داده و یک مسئولیت انجام داده که باید او انجام میداد. در قسمت اونهایی که امروزه میام خیانت در امانت میکنن و یا هم وقتی او رو امین شمردی میاد عدم امانت داری انجام بده و پیش میکنه، با اینها باید چی برخورد داشته باشم؟ و اشخاصی که امانت در نزد از اونها گذاشتن و همچنان سوال بیننده ما هم برمیگرده این که آمده خانه خوب خود در دسترس یک شخص نگاه داشته و خود از این بر اساس ضرورتی که داشته رفته بیرون از کشور، حالا برگشته میبینه که عده آمده کرده با دروغ های چند آمدن در محکمه و یا هم در خود شورا میام اونها شهادت میدن که بله می خانه از این هسته. برخوردم چون برخورد با همشون افراد که عدم امانت داری دارم چگونه باید باشه؟ ببینیم شما در این قضیه که هست دو چیز دخیله، یکی قضایای اخلاقیه و یکی قضایای حقوقیه. درست شد؟ قضایای اخلاقی خب اخلاق همه اجاب میکنه، به عنوان کسی که مسلمانه کلمه میگه و در جامعه اسلامی زندگی میکنه، نام مسلمان هم برویش میباشه، اولاد مسلمان هم هست. بنابراین یکی از مکلفیت های ای از مکلفیت های اخلاقی انسان همینه که باید امانت نگهدار باشه. ما در حدیث داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که آیت المنافق سلاسون، نشانه منافق سه چیز است: اذا حدث کذب، وقتی که سخن میزنه دروغ میگه، و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میده خلاف وعده میکنه، و اذا تومن خانه، وقتی که برش امانت سپرده میشه در امانت خیانت میکنه. خب این انسان از کجا باید بگیره؟ این آموزه ها انسان در ابتدا باید از خانواده خود خوب بیاموزه، درست شده نه؟ متاسفانه ما میبینیم که این مشکلات در خانواده ها هست، درست شده نه؟ وقتی پدر متاسفانه این مشکل داره، وقتی مادر این مشکل داره، طبعا همین خلق در اولادم سرایت میکنه و نهایتا با همین خلق و خوی رشد میکنه. یعنی من میخوام این بگم که یکی بحث قضیه اخلاقی از این موضوع است که این خیلی مهمه، به مراتب مهمه، درست شده نه؟ چرا؟ چون وقتی که فرد به همین روحیه تربیه نشه، به همین روحیه تربیه نشه، بخوایم نخوایم در یک جای از زندگی خود خو ملنگه و در یک جای از زندگی وقتی دستش میرسه به اونجی خیانت میکنه. اما یک بحث حقوقی قضیه است، درست شده نه؟ یه برادر ما جلوتر هم این سوال کردن، در حقیقت اینجه که باید اگر واقعیت خانه از خودشان هست، درست شد، این به عنوان امانت بوده داده بودن، او یک بحث گناه است و بحث قصد او نفره، او بحث سر جای خود. در حدیث داریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هشدار میدن برای او دسته از کسانی که یک وجب زمین را قصد میکنن، نه بله. یک وجب زمین در حقیقت در روز قصد میکنن توق در گردن از اینا، بله در روز قیامت انمی زمین توق در گردن از اینا، یک وجب زمین را شما در نظر بگیرید، یک اونایی که میان 100 متر و 200 متر جری و 100 جری و 200 جری بر قصد میکنن از مال بیت المال و از مال مسلمان ها، طبعا این هشدارها متوجه از اونها خواهد بود. و بنابر این قضیه دیگه که هسته اینه که اگر ای برادر ما شواهد دیگری داره، میتونه که شواهد خود را آماده بسازه و بالاخره مو دعوای حقوقی خود را بکنه، انشالله بلکه بتونه که صاحب زمین خود بشه و دوباره همو ملکیت خود را به دست بیاره. تشکر جناب استاد. موضوع دیگری که ما داریم در قسمت امانت، موضوعی هست که همجوار با امانت هست، عاریت، چیزی که تعبیر در متون فقهی شده به نام عاریت. خب یک چیز هست تبرعی که یک شخص مال میگذارن از یک شخص و میگه که تو از این استفاده بکن و حق استفاده رو برای از اون میده. انجام همچون عمل چقدر میتونه مؤثر باشه در اعتقادات انسانی و در ارزش های اخلاقی یک انسان؟ بحث
آریت و امانت که شما فرمودیم، طبعا خب یک آریت اینه که انسان به گونه ای روی خود پیش کسی می اندازه، نه به اصطلاح موی شما، یک کمکی احساس تقریبا حقارت میکنه، نه یک شیئر درخواست میکنه آر از کلمه آر گرفته شده، ننگ انسان میکنه، نه طبعا چون وقتی انسان نیاز داره و میخواه از کسی چیزی بگیره، بنابراین وقتی که او گرفت، بنابراین اینجا مکلفیت داره که حفاظت خوبی از او حفاظت بکنه تا ای که ضایع نشه. چرا؟ چون اگر ضایع بشه و در حقیقت وقتی بی‌توجهی میکنه، کوتاهی میکنه، غفلت میکنه، اینم یک نوع خیانت در امانت میباشه. اما که همچون عمل انجام دادن از طرف شخص دارنده چقدر میتونه خوب باشه استاد؟ وقتی میبینه برادر از اون نیاز داره، همین ماله و مدت نیاز داره، میاد در قسمت عرضه میکنه و میگه که ازی استفاده بکن، چقدر میتونی؟ آیا ما مکلف هستیم برای همچون امری؟ اگر مکلف هستیم یک کار استحبابی رو انجام بدیم. طبعا ما مکلفیت داریم که در این رابطه هست. بله مکلفیت داریم. دین مبین اسلام بر ما توصیه میکنه که ما حتی الامکان مشکلات برادر مسلمان خود در صورتی که توانایی داریم چیکار بکنیم؟ حل بسازیم. درست شد نه؟ حتی در سوره مبارکه ماعون خدای تبارک و تعالی یکی از صفات انسانهایی که بروز آخرت و بروز قیامت باور ندارن همین چیز است. و یعنی ماعون الماعون منع میکنن ماعون. ماعون رو مفسرها تفسیر میکنن به همین وسائل و امکاناتی که ما در اختیار خود داریم. یعنی وقتی که همسایه ما برادر مسلمان ما به یک شیء به یک چیزی به حساب نیازمند نیاز پیدا میکنه و ما او رو داریم و در توانایی ما هست که او رو عرضه بکنه برای از او تا مشکل خود در حل بسازه، اینجه که ما از لحاظ اخلاقی همین مکلفیت رو داریم که با او همکاری بکنیم. منتها وقتی که ما این مکلفیت رو داریم که با او همکاری بکنیم، بله او هم کسی هم که بله او هم او کسی هم که میایه و این شیء درست شد از ما میگیره و این وسیله رو از ما میگیره، او هم بنابر این مکلفیت داره که باید حتی الامکان تلاش بکنه، کوشش بکنه تا ای که خدای نکرده این مال به دست از او میفته ضایع نشه و اعتماد اون نفر رو از بین نبره. چون یکی از مشکلات که ما امروز در جامعه خود داریم متاسفانه مسئله عدم اعتماد و شکستاندن شدن این ستون اعتماده که در بین ما و شما امروز این چیز بسیار بسیار ضعیف شده و بسیار کم رنگ شده و بسیار متاسفانه در این رابطه مردم بی توجه شدن. توجه هستن. تشکر جناب استاد. حالا میپردازیم به سوالاتی که بیننده عزیز ما داشتن. برادر ما از آخوندان تماس گرفتن و گفتن که اگر شخص پول نزد دیگر امانت بگذاره و بگه بعد از مدت من همیر از تو مایم، حالا او شخص از اون مال استفاده بکنه و تغییر در اون مال بیاره و بعد همو پولر با کیفیت نامرغوبی برزو برسونه، آیا خیانت گفته میشه یا خیر؟ اگر ای نمو پولر گفته باشه خب بله اینجا مکلفیت داره که بعد هم ای نمو پولر برش نگه بداره تا مادامی که او آدم درخواست میکنه. منتها وقتی گفته باشه همین 2000 پیش تو باشه درست شد به حیث امانت با در وقت خواستم بدیم هر وقت از تو خواستم بریم بده، بنابراین باید که اینجا اگر مصرف میکنه او پول رو اشکال نداره، منتها همون پول رو باز باید چیکار بکنه؟ همون مبلغ و همون عددی که از او گرفته همون مبلغ و همون عدد رو پس دوباره برای از آدم بر بگردانه. درست شده نه؟ این مهم نیست که حالا پول او پولی داده مثلا کم نوتری پول کم کنه، تر پولی که بالاخره با بازار چلش داشته باشه بچله و سبب دردسر باز برای از او آدم نشه. صحیح شد به عنوان مثال 2000 یا 5000 یا 10000 پول کلان داده، حالا میخواد یک وقت پول بده باز میره پنجایی یا صدیایی که در حقیقت سبب میبینیم متاسفانه در جامعه ما و شما هم در بازار معاملاتی ما و شما هم کسته کساد به وجود آورده. بله پولهای پولا متاسفانه کهنه شده، فرسوده شده، بی رونق شده، بنابراین این کار درست نیست. در حقیقت میتونیم بگیم که یکی از مصداقهای خیانت در امانت محسوب میشه که این برای تو پول داده بهترتر، پول خوب، پول مرغوب برای تو داده که سبب دردسر نیست، بنابراین تو واقع میه یک پول نامرغوب برای ازو میده که در حقیقت سبب دردسر برای ازو میشه، این جیواز مشکل پیدا میکنه. بله تشکر جناب استاد. و موضوع دیگر هم برادر ما سوال کنم، یک موضوعی هست که باید هم سوال بشه و شرم از همچون موضوعات نشه، جوابدهی خانوم و یا هم موضوع افتراشی که یک خانوم باید نسبت به مرد خود داشته باشه. حالا خانوم حاضر بر افتراش نشده و حاضر بر ازدواج مجدد این مرد هم نیه که این اجازه بده بره یک زن دیگری بگیره، این مرد باید چی بکنه خدمت در بین این دو موضوع؟ خدمت این برادر خود و خانوم از اونام عرض میکنم که ما در حدیث داریم پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله هشدار میدن برای او دسته از زنهایی که
هیچ عذر ندارن، مشکل ندارن، بنابراین از طرف شوهر خود مطالبه میشن، شوهر اونا رو طلب میکنه برای انجام همبستری و بنابراین اونا ابا میورزن. جز این نیست که ملائک خدای تبارک و تعالی تا صبح اونها رو مورد لعن و نفرین خود قرار میده. بنابراین در صورتی که خواهرم خودم عذر نداره و مشکلی نداره، درست شده نه، اینجا که این حق نداره که اینجی بیاد چیکار بکنه، این حق به حساب از شوهر خود خو باز بداره و در حقیقت شوهر خود منع بکنه از این کار. ای از این میمونم موضوع دیگه که در رابطه به گرفتن خانم دوم. خدای تبارک و تعالی تا چهار زن برای مردهای اجازه داده که میتونن به همسری بگیرن، درست؟ بنابراین البته یک شرط در الله متعال میگذاره، او شرط شرط عدالته. در صورت که انسان نتونست عدالت بکنه و نتونست صحیح و درست رسیدگی بکنه، الله متعال میفرماید به یک شما اکتفا بکنه. بنابراین وقتی زن اول عذر داره، مشکل داره، درست شده نه، و نمیتونه نیازهای مرد پورا بکنه و از جانب دیگه مردم این توانایی داره در زندگی خود خو که وقتی او رو بیاره نفقه زور، بالاخره به نفقه زور رسیدگی بکنه، به همه خواسته ها و نیازهای زن دوم خود خود رسیدگی بکنه و به زن اول هم به همین ترتیب هم خواسته ها و نیازهای زور هم مرفوع بسازه، در این صورت اشکال نداره و او خانم اول این حق نداره که بیایه چیکار بکنه، جلوگیری بکنه و او اجازه نداره که خانم دوم بگیره. و من میخوام این توصیه داشته باشم خدمت این خواهر محترم خود خو و خدمت برادری که این سوال کردن، کوشش بکنیم که در زندگی خود با هم دیگر ارتباط خوب و ارتباط نیک داشته باشیم. همونطوری که قرآن کریم میفرمای و عاشروهن بالمعروف، شما با زنهایتان به شیوه درست و به شیوه نیک معاشرت داشته باشیم. به همین ترتیب همین مسئولیت و همین دستور متوجه زنها هم میباشه، درست شده نه؟ یعنی احترام متقابله. وقتی که خدای تبارک و تعالی از مردها میخواهد که احترام زنها رو بگیرن، بنابراین زنها هم همین مکلفیت رو دارن که احترام شوهران خود رو بگیرن و خواسته ها و نیازهای خود رو مرفوع بسازن. نشه که خدای نکرده با این بساب بگو مگوها و سوزن سر سوزن گذاشتن، اینجی که فضای خانواده تیره بشه و نهایتا باز شوهر دست به کار بزنه که شاید برای خودش هم سبب پشیمانی بشه و برای خانمش هم سبب پشیمانی بشه. بهترین کار همینه که بهترین کار همینه که نیازهای برای تفاهم در زندگی داشته باشن و نیازهای همدیگر به نوع اندازه‌ای که توانایی دارن برآورده بسازن. تشکر جناب استاد، در اخیر برنامه قرار داریم و عزیز ما تماس گرفت، متاسفانه که تماسشون وصل نشد و قطعشون مجددا تماس گرفتن. سلام بر شما. بله سلام علیکم. بیننده گرامی تماس شما وصل شده، بفرمایید سوالی داریم مطرح سازیم. بله تماس شما وصل شده، میشه که صحبت کنیم. متاسفانه که تماسشان قطع شد. جناب استاد میخوام یه سوال داشته باشم که به طور کوتاه از شما جواب را هم میگیریم، که چون وقت برنامه ما به پایان رسیده، موضوع نعمات الهی همچون دست، پا، چشم، بینی، زبان و همه جوارحی که انسان در وجود خود داره، اینها هم دقیقا تعبیر و امانت شده و در متون زیادی داریم که اینا امانت نزد انسان گذاشته شده. استفاده از این امانت ها باید چگونه باشه و خیانت در این اعمال در این جواره چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ کوتاه از شما به طور دو دقیقه میشه. به علاوه از اینا میخوام اشاره بکنم خدمت عزیزات چون فرصت هست، او اینه که اولاد امانته، خانم امانت، اسباب و وسایل زندگی که خداوند متعال برای ما داده اینا امانت‌های الهیه، وسایل سواری امانت‌های الهیه. بنابراین به همین ترتیب وقتی به وجود خود نگاه بکنیم، کل وجود انسان ببینیم که امانته. به همین خاطر ما حق نداریم که دست به اعمال و کارهای بزنیم که سبب ضایع شدن بدن ما بشه. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، الله متعال می‌فرمایه. و به همین ترتیب نگهداشت وجود انسان، حفظ وجود انسان، ای یک مسئولیت و یک مکلفیت که به خود انسان برمیگرده. و این لجسدک علیک حقا، پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایه همانا جسد تو بر تو حق داره. پس بنابر این چشم امانت الهیه. به شما در نظر بگیریم که ما چشم در زندگی ما چقدر کاربرد داره. یک روز اگر ما خدای نکرده محروم از دید بشیم، چی بلای در زندگی ما خواهد آمد و با چی مصیبت های ما روبرو خواهیم شد. گوش امانت الهیه، زبان امانت الهیه، دست و پای انسان اینها امانت های الهیه که باید اینا رو انسان به شکل صحیح و درست از او استفاده بکنه. به همین ترتیب ما در نصوص دینی خود داریم، یکی از جمله
کسانی که در فردای قیامت بر علیه انسان یا به نفع انسان شهادت میده دست و پای انسان جواره انسان جواره انسان های همین دست ما و شما این در حقیقت به فردای قیامت به سخن میآید، پای ما و شما به سخن میآید و وجود ما و شما حتی پست انسان به سخن میآید. در اون جگاه گفتم یا به نفع ما یا به آخر به ضرر ما شهادت میده. پس ما کوشش بکنیم که از این امانت های الهی، از اولاد خود خو، از خانم خود خو، از داشته های زندگی خود خود حفاظت بکنه و اینا رو در راه درست استعمال بکنه و به همین ترتیب اعضای وجود خود بله از اینا درست استفاده بکنه تا یک شخص امین به معنای واقعی امت امین باشیم، امت پیامبر امین باشیم، همونطوری که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم دوست و دشمن به امانتداری از اونا اعتراف میکردن. تشکر جناب استاد از حضور شما در برنامه امشب ما و تشکر از شما عزیزانی که تا آخر برنامه ما را همراه بودید. این بود داشتن این برنامه که خدمت شما عزیزان به نشر رسید. امید است که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. از یاد نبریم که در شبهای جمعه و شنبه شما عزیزان میتونید که تماس بگیریم و در این دو شب به طور زنده و مستقیم برنامه در خدمت شما عزیزان پخش میشه و سوالاتی که داریم با ما در میان بگذاریم و از جناب استاد پاسخ دریافت نماییم. تا برنامه دیگر که بنده معروف مبتهل خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و نگهدارتان.